المانیتور در آمریکا نوشت عراق از تحریم‌های آمریکا علیه رژیم ایران تبعیت می‌کند. اما با توجه به مواضع ضد و نقیض مقام‌های عراقی، آیا این تبعیت عملیه؟ از زمان دور اول تحریم‌های آمریکا در رابطه با ایران که در هفته اوت به اجرا گذاشته شد، شاهد مواضع ضد و نقیض از سوی مقام‌های عراقی هستیم. یک روز قبل از آغاز تحریم‌ها، فؤاد معصوم رئیس جمهور عراق در مصاحبه‌ای با کانال تلویزیون الحره گفت وضعیت عراق و ماهیت روابط ما با ایران تبعیت از تحریم‌های اعمال شده واشنگتن بر روی ایران را دشوار می‌کند. علی‌رغم پاسخ گیج کننده فؤاد معصوم، وقتی از حیدر العبادی نخست وزیر در روز 8 اوت در کنفرانس مطبوعاتی هفتگی سوال شد، گفت عراق از تحریم‌ها برای حفاظت از منافع مردم تبعیت می‌کند. فقط چند ساعت قبل از کنفرانس مطبوعاتی العبادی، نیچروان بارزانی نخست وزیر منطقه‌ای کردستان در کنفرانس مطبوعاتی هفتگی خود گفت موضع منطقه در خصوص تحریم‌های آمریکا علیه ایران در راستای منافع عراق است. تناقض در مواضع مقامات عراقی با داد و بیدادهایی از سوی احزاب سیاسی و شبه نظامیان مسلح نزدیک به رژیم ایران مواجه شده است. آنها نه تنها نارضایتی خود را از تحریم‌ها ابراز کرده‌اند، بلکه تبعیت حیدر العبادی را محکوم کردند. سؤالی که باقی می‌ماند این است که عراق چگونه با این تحریم‌ها برخورد می‌کند؟ چه اقداماتی قرار است توسط دولت به اجرا گذاشته شود؟ آیا طرح‌های عملی که تبعیت مفروض عراق را در رابطه با تحریم‌ها تضمین کند وجود دارد و چگونه عراق با توجه به اینکه به شدت به محصولات ایران وابسته است و در حال حاضر درگیر قراردادهای برق، گاز و نفت با تهران است، خود را از آسیب محفوظ می‌دارد؟ به نظر می‌رسد که عراق پاسخی برای این سوالات ندارد. المانیتور پس از تماس با مشاوران و افرادی که روابط نزدیکی با حیدر العبادی دارند، هیچ پاسخی دریافت نکرده است.